سلام، من هانیم، به اتاق 13 خوش اومدید. در این بخش از کانال به موضوعات واقعی و اغلب ترسناکی که برای آدم ها میفته میپردازیم. داستانی که امروز قراره براتون روایت کنم قرار بود تو بخش پرونده های جنایی بررسی بشه، اما وقتی شروع کردم به تحقیق کردن متوجه شدم بیشتر سایت هایی که در این مورد نوشتن روی IP آمریکا قفلن و حتی وقتی وارد اون سایت ها می شدی بیشتر سایت ها کپی پیس بود از هم دیگه. نمیدونم چرا دولت آمریکا هیچ علاقه ای نداشته در مورد این پرونده اطلاعاتی بده، یعنی حتی اگه شما سرچ هم بکنید نمیتونید یه مصاحبه با این آدم پیدا کنید. من بیشتر از این حرف نمیزنم، بریم داستان رو شروع کنیم. حوالی ساعت 4 بود، اما هیچ کس تمایلی نداشت به اون سلول نزدیک بشه. اما حتی شیطان‌های خودخوانده هم احتیاج به آب و غذا دارن. وقتی که نگهبان در سلول شیطان رو باز کرد، اونو در حالی پیدا کرد که غرق در خون خودش بود و روی بازوش زخمی عمیق بود. اون حتی صدایی از خودش نمیداد و حتی گفته شده لبخند هم به لب داشته. بلافاصله به بیمارستان منتقل شد، اما فوت کرد. در برگه پزشکی قانونی نوشته شده بود علت مرگ خودکشی، اما وسیله‌ای که باهاش خودکشی کرده رو ننوشته بودن. به گفته شاهدان عینی زخم روی بازو جای رد گاز بوده. شیطان از خیلی وقت پیش دندونهاش رو مثل دندونهای حیوان تیز کرده بود و زبونش رو هم مثل زبون مار به دو شاخه کرده بود. شیطان هم مانند هر بچه دیگه‌ای متولد شد و بزرگ شد. او در سال 1978 به دنیا اومد. در 2 پدر و مادرش از هم طلاق گرفتن و در 13 مادرش دوباره ازدواج کرد. گفته شده اون از 13 روزی 12 آبجو مصرف میکرده. نه اینکه فکر کنید میرفته شیشه الکل پدر و مادرش رو میدزدیده میخورده، نه، 12 آبجو میخریده و مصرف میکرده. در زمان کودکی براش بیماری آگورافوبیا، اسکیزوفرنی و روانپریشی رو تشخیص دادن. اگه بخوام یه توضیح کوتاه در مورد بیماریش بهتون بدم، این بوده که در مکانهای بسته و شلوغ دچار هراس می شده و نمی تونسته داخل این مکانها بمونه. در کودکی این بیماری ها تأثیر بسیار زیادی روش گذاشت و طولانی مدت در بیمارستان های روانی بستری بود. ولی زمانی که پول مادرش به اتمام رسید، درمان های اون هم نصف کار باقی بود. در بعد و تولد اسمش جان لافسون بوده، اما در سال 2012 به دلایل مذهبی اسمش رو به پزوزو الله آلگارات تغییر میده و تا زمان مرگ به این اسم شناخته میشه. کلمه پزوزو از یک فیلم جنگیری گرفته شده. اسم جن داخل فیلم پزوزو بوده. همچنین پزوزو یک جن بدزاد در اسطوره‌های بین النهرین هم هستش که به پادشاه شیاطین معروفه. اون در فیسبوک تلاش میکرد که خودش رو یک مسلمون عراقی جا بزنه و بتونه برای خودش پیروانی به دست بیاره که البته موفق نبود. به گفته کارشناسان اون تلاش داشت شیطان پرستی و اسلام رو که دوتا دین مختلف هستن رو با هم مخلوط کنه که البته موفق هم نشد. پازوزو در تلاش بود تا برای خودش پیروانی به دست بیاره و یک فرقه ایجاد کنه. گفته شده اکثر کسایی که به خونه پازوزو می رفتن کسانی بودن که از جامعه طرد شده بودن و هیچ کس اونها رو نمی خواست.
در خونه پزوزو آیین‌ها و مراسمی برگزار می‌شد که در طی اون حیوانات رو قربانی می‌کردن و خونشون رو می‌خوردن و یا حتی قسمت‌های از بدن همدیگر رو می‌بریدن و خونش رو می‌خوردن. پازوزو به پیروانش گفته بود که می‌تونه آب و هوا رو کنترل کنه و جادوی سیاه انجام بده. تو میتونستی در خونه پزوزو تاریک ترین و ترسناک ترین افکار تو بگی بدون اینکه هیچ کس تو رو قضاوت بکنه. اکثر کسایی که در خونه پزوزو بودن معمولا کاملا برهنه بودن و هر طور رابطه جنسی که دوست داشتن میتونستن در خونه پزوزو اجرا کنن. میتونستن هر جا که دلشون میخواد مدفوع و ادرار کنن. میتونستن به هر کسی که دوست دارن به سرش ضربه بزنن و یا اونو بکشن. در ورودی خونه پزوزو یه برگه زده شده بود که نوشته بود پلیس ها هرگز نباید به این مکان وارد شن و یا کسایی که لباس نظامی و لباس فرم می پوشن هرگز نباید به این خونه نزدیک بشن و بزرگ نوشته شده بود شیطان پیروز است. در سال 2012 پزوزو به قتل غیر عمد متهم شد اما ثابت نشد و اون آزاد شد. از اون سال به بعد پلیس اون رو مرتب زیر نظر داشت. یکی از دوستان پزوزو که ادعا میکنه مثل برادر با هم بودن میگفت که پزوزو همیشه منو تحریک میکرد که آدمهایی که داخل خونش بودن رو بکشم و یا به سرشون ضربه بزنم. اون میگه که من گوشتی که خونه پزوزو میخوردم نمیدونستم که گوشت انسانه که دارم میخورم یا گوشت حیوان. پزوزو در صورت خودش خالکوبی هایی کرده بود که به گفته برخی معنای شیطانی داره. پزوزو در سال 2009 در یک آیین سومری که مخصوص فرقه خودش بود همزمان با 3 نفر ازدواج کرد. یکی از این دخترها اسمش امبر بود که در 19 سالگی با پزوزو آشنا شد و تا زمان مرگ پزوزو همراه اون بود. این دختر از خانواده خوبی هم بود اما وقتی که با پزوزو آشنا شد رفتارش به کل تغییر کرد. اون ابروهاشو تراشیده بود، دندونهاش رو مثل دندونهای پزوزو تیز کرده بود و خالکوبی های عجیب و غریب به بدنش می زد. حتی گفته شده در کشتن و خوردن آدم ها به پزوزو کمک می کرده. یه روز یکی از دوستان امبر به خونه پزوزو میره برای دیدن امبر. اون گفته که در بعد ورود پزوزو کاملا برهنه بوده و حتی به خودش زحمت نداده که لباس بپوشه. اون میگفت که اونا ادعا کردن که 2 تا روسپی رو با هم کشتن و خوردن یا اینکه علاقه دارن قلب حیونا رو موقعی که در حال زدن هنوز تپش داره در بیارن و بخورن. یکی از دخترهایی که در اونجا رفت آمد داشته گفته که من هر بار که اونجا میرفتم پزوزو و امبر ادعا میکردن که آدمهایی رو کشتن و خوردن. من همیشه فکر میکردم که این حرفا تحت تأثیر مواد و الکله. اما یک روز تصمیم میگیره که تلفن همراهش رو بذاره رو حالت ضبط و به خونه پزوزو بره تا ببینه این جریان از چه قراره. میگه در حالی که ما هنوز مواد نزده بودیم من دوباره ازشون پرسیدم که ببینم آدم کشتن و آدم خوردنشون چاخانه یا نه، که اونها گفتن نه، اتفاقا جسد یه نفرشون هم توی حیاط پشتی خونه دفنه. همینم شد که این دختر بعد از در اومدن از خونه پزوزو نوار رو برد و داد به پلیس. کم کم گزارش های زیادی به اداره پلیس رسید که پزوزو در خونش آدم ها رو میکشه، میخوره و دفن میکنه. در یکی از این گزارش های ناشناس گفته شده بود که من در سطل آشغال پزوزو متوجه شدم که بقایای انسانی وجود داره. بالاخره در سال 2014 پلیس به خودش زحمت داد و رفت که خونه پزوزو رو بگرده.
اونها نتونستن در خود خونه چیزی پیدا کنن، چون فضای داخل خونه غیر قابل تصور بود که تو بتونی به راحتی چیزی پیدا کنی. اما در حیات پشتی خونه متوجه جای چند تا برآمدگی شدن. یکی از این برآمدگی ها رو که کندن با بقایای اسکلت آدمی مواجه شدن. گزارش های رسیده به پلیس نشون میداد که یک جسد در حیات پشتی خونه بزوزو دفنه، اما بعد از کندن متوجه شدن که در حقیقت دو تا جسد دفن شده. یکی از این جسدها متعلق به جاش بود. جاش یکی از قربانی ها بود که ماشینش 7 ماه قبل در پارکینگ پیدا شد، در حالی که کلیدهاش هنوز روی ماشین بود. به شهادت برخی از دوستان پزوزو، دستها، پاها و آلت تناسلی جاش قبل از دفن شدن خورده شده بود، چون که پزوزو و امبر ماها بوده که غذای خوبی نخورده بودن و به خاطر همین هم بوده که اون رو از پارکینگ می دزدن. 3 ماه بعد از قتل جاش، اونها تامی قربانی دوم رو به قتل رسونده بودن. در مصاحبه هایی که با پزوزو کرده بودن، اون عادت داشت که خیلی دورتر از مصاحبه کننده ها می نشست. اون در گفتگوهاش گفته بود که عادت داره روزانه الکل زیادی مصرف کنه. اون در سال بیشتر از 1 بار حمام نمی کنه و دندونهاش رو به هیچ عنوان مسواک نمی زنه. اون ادعا داشت این کار باعث میشه که میکروب ها و عفونت ها بهش نزدیک نشن و اون مریض نشه. اما در حقیقت چیزی که از اون دور میشد میکروب ها و عفونت ها نبودن، آدم ها بودن. بدن اون به شدت بوی بدی میداد. بدن پزوزو به صورت غیر قابل کنترل لرزش داشت. بعد از خودکشی پزوزو، امبر همسر غیرقانونی پزوزو به 30 سال زندان محکوم شده بود به جرم قتل و آدم خوری. به نظر دادگاه خونه پزوزو مناسب زندگی انسان نبود. به گفته کارشناسان برای سلامت انسان خطرناکه. حتی زمانی که میخواستن برن داخل خونه رو بگردن، مجبور شدن با لباس مناسب و کپسول هوا برن داخل، چون موندن داخل خونه و بویی که میومد غیر قابل تصور بود. صدها مگس مرده و زنده، مدفوع ادراری که در کف و دیوارها ریخته شده بود و مشخص نبود متعلق به انسان یا حیوان، قطعات و بقایای حیوانات در حال پوسیدگی و خونهای خشکی که روی دیوارها بودند. دیوارها و سقف‌ها آسیب دیده بودند و پر از کپک و دوده بودند و قفس حیوانات با لاشه‌های فاسد شده پیدا شد. خونه وحشت پزوزو در سال 2015 توقیف شد و برای فروش گذاشته شد، اما فقط به فقط یک خریدار وجود داشت و یک قیمت، و خونه به قیمت 123 هزار دلار فروخته شد و کابوس پزوزو برای همیشه به اتمام رسید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. این قسمت هم به پایان رسید. خیلی ممنونم که ما رو سابسکرایب میکنید، کامنت برامون میذارید و لایک میکنید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.